سلام، بیننده های خوب برنامه صبح و زندگی، از ساعت هفت امروز که ما برآمدیم گزارش تهیه کنیم برای شما دوستا و از ازدحام ترافیک و ای که رابندان خیلی زیاد وجود دارد در شهر کابل، خصوصا در بخش های از غرب کابل رابندان خیلی زیاد است، مردم هم خیلی زیاد به تکلیف شدن، خواستیم گزارش بدهیم اما هر طرف گرفتیم به ما اجازه داده نشد. مثل صدها شهروند دیگه ما که موترهایشان ایستاد بود، حتی با یک موتر جنازه بازم برخوردیم در قسمت کوتی سنگی که یک طفلک فوت کرده بود و بر از اونا اجازه دادن نمیشد که بره به طرف کمپانی بره. پس از او که ما امرای پلیس گپ زدیم، گفتیم که بر ما اجازه بدین، خیلی وقتی که از نیروهای پلیس یا امنیتی ما تصویر نمیگیریم، از پاسگاه پلیس هم ما تصویر نمیگیریم، صرف امرای از مادر از طفلک امرای پدرش گپ میزنیم که از کجا تا کجا با چقدر مشکلات رسیدن. به ما اجازه داده نمیشد. پس از اینکه اجازه داده شد از طرف حوزه پنجم امنیتی بر ما، باز تحقیق کردن، دیدن که جنازه واقعا وجود داره و به موتر اجازه دادن که برن بالاخره به طرف خانه. یعنی زمینه مساعد نشد که ما از اونا تصویر بگیریم. میشه که یادآور شویم که با دومین جنازه است که ما برمی کنیم به خاطر ازدحام ترافیک. در این دو روز دو طفلک جان باخته و صدها هموطن و یا شهروند دیگه ما که مریض داشتن یا کارهای خیلی ضروری داشتن، در هر پاسگاه پلیس یا در هر جاده کابل ایستاد میشن، یک ساعت منتظر میمونن. اونا هم اگر دل یک از بسوزه برشان اجازه بدن تحقیق بکنن، کدام مشکل امنیتی به بار نبیاره، بر از اونا اجازه میده که بره به طرف کار خود. اما چیز مهمتری که چند روز میشه به خاطر تامین امنیت هرچی بیشتر شهروندان و به خاطر تامین امنیت بیشتر جرگه مشورتی سال، نیروهای امنیتی از بخش های از سکتورهای مختلف، امنیت ملی، پلیس ملی و وزارت دفاع، اینا نارام خوابی کردن به خاطر امنیت بهتر شهروندای ما. یعنی اونا هم حق به جانب است، از بالاجا برشان گفته شده که اینجا باید بند باشه و بر موتورها شاید اجازه داده نشه، اقسم گفته شده باشه. اما باز هم مگپ روز گذشته خود تکرار میکنم، شاید بر از اینا بزرگا گفته باشه یا نمیفهم نگفتن، کسانی که خیلی کار ضرور داره یا مثلا جنازه است، مریض است، بر از اینا اجازه بتین تا بره به طرف کار خود. اما کسانی که کار ندارن زیاد مهم نیست، بر از اونا اجازه نتین. مثلا ما کارمندای تلویزیون آریانا هر روز که از ساعت 7 میبریم تا ساعت 10 گزارش های زنده داریم، حتی موتر ما آل آشنا شده به نیروهای امنیتی برای مردم، پشتش کلان نوشته است تلویزیون آریانا لایو برادکاست و غیره، هر چیزی که نوشته است. کارت های هویت ما را مست، کارت موتر ما را مست. ما در ساحه که مربوط به خیمه لوی جرگه میشه در اون قسمت نمیریم، ما به قسمت کوتی سنگی اجازه داده نمیشه برای ما که ما تا سرای هراتی بریم. پس شاید بر از اینا گفته شده باشه که شما تحقیق و بررسی بکنین، پس از او اگر مشکوک نبود بر از اونا اجازه بدین، اگر کسانی که مشکوک می باشن، موتورایی که مشکوک می باشه بر از اونا اجازه نتین. اقسم نمیفهم گفته شده برشان یا نشده گفته، یا ایست که ما اونقدر نمیفهمیم، به جای موضوعات اپراتیفی از اینا را بیشتر درک نمی کنیم. موتورها خیلی زیاد هستن اینجا. خب است که اون موتوری که طرف جاده که طرف سیلو رفته اونجا هم رابند است، جاده که از طرف شهر موتورها میه، اینجا میبینین که موتورها خیلی زیاد ایستاد هستن، یک ساعت نیم ساعت ایستاد میشه، وقتی میفهمن که بر از اینا اجازه داده نمیشه، ناگزیر دوباره برمیگردن میرن به طرف، به یک طرف دیگه میرن. بیشتر خانما، کودکا همچنان اینجا به تکلیف هستن. شما مثلا اون موتر ببینین، کودکا از بس که خسته شدن داخل موتر، کودکا را بیرون کشیدن. خوب است که بریم امرای زونا گپ بزنیم. و این طرف کوچه قلای واحد است، کوچه قلای واحد همچنان بند است بروی مردم، بند است و مردمی که از طرف کمپانی میخواهد که بیاین کی زده؟ خب بیاین شما گپ بزنین، هرچی دست خود یک شرایط داره. شما بیاین گپ بزنین امرای ما کوکا. نام شما چی است؟ اسم دکتر سید محمد عارف. از کجا آمده؟ باشنده پانتونی کابل هستم، از جمال بین آمده مرکت میکنم به طرف کارتیس کمپانی، سایه کمپانی در اوج مصرفیت داریم. شما میبینین که صدا و هزارا موتری در این چارای ایستاد است. این اگر قبلا دولت اعلان میکرد که سبا چارای مسدود است، به مسیرا به مسدود است، از خانه تا نبراین این مردم نمیبرامد. میبینین که یه فامیلای زیاد مردم است، مریض است،
و عسکرام روی بسیار زشت و ناشایسته میکنه و اونجوان نفر زدن. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین. و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.